خفه همینجوره، گفت سخنگو نونش مشدده، یعنی سخن نگو. به خاطر اینکه باید خیلی تو چارچوب سخن بگه. حسن هستم، حسن قشقاوی، تو وزارت امور خارجه صدا میکنن، حسن چشکاوی. از این بعد من سخنگوی وزارت امور خارجه هستم و سعی میکنم که وزارت امور خارجه رو فعال و مثل خودم شکوفاش بکنم. صحبت شروع کن. چرا قشقاوی، حالا ما گفتیم که بحث فعال و اکتیو بودن وزارت خارجه، خب سخنگویی بالاست، شما گفتیم من میخوام فعالترشم کنم. یه بحث دیگه هم بپرسیم بعد بریم سراغ یه گزارش، اونم این هستش که به نظر میسید سرعت تغییرات تو خود وزارت خارجه این مقداری بالاست. این جناب عالی از صورت میان سخنگوی میشین، آقای حسینی میرن معاون حقوق بین المللی میشن، آقای آخونزاده قرار بیان معاون آسیا بشن، آقای سفری از در واقع سفری از آسیا قرار برن اروپا، آقای عمومی قرار برن تو دادگاه، آقای جنونی قرار برن اونجا، آقای استبودان قرار برن ایشته بودن، این ایشتانه نیسته اونه، این آقای جنونی اونجا اونجا بینه یا بیدن اونجا بیدن. میدونی تو سوالت چیه؟ سوالت تو بکن. یه مقدار این تغییرات سریع تصور نمی کنید به لحاظ کاری لطمه بزنه؟ تصور میکنم نه تنها به لحاظ کاری لطمه میزنه، بلکه به لحاظ روحی و روانی و جسمی هم لطمه میزنه، اونم لطمات جبران ناپذیر. شما آقا محمود رو نها کن، تو همین جا به جایی هست که شون لطمه خوردن، صورت که تو همین جا به جایی هست گرفت به لبه یه میز و اینا، ایشون هر وقت جا به جا کردن یا درست باره نزدنش یا رو زمین کشیدنش. خب حرکت روال طبیعیه، ولی اینکه مثلا از اروپا طرف بیاد، آسیا از آسیا و روحو بین المللی، اینم طبیعیه. یه جوری صحبت از طبیعتو میکنی که انگار خودت خیلی طبیعی داری بازی میکنی. این طبیعی بودن نیست، معلومه غیر طبیعی ندیدی که اینو میپرسی. همین آقا محمود که از جنگل اوسو آوردن من طبیعی بود، آیت الله رفسنجانی رو مگه از عمق دریای مدیترانه نیوردن، یا مقام عظما رو مگه از بازپروری نیوردن؟ در برابر اینا آفریقا و آسیا که کاملا طبیعیه. خودتون تازه سخن رو شدین میگین که کاملا طبیعی، یا مثلا یه سال بعدم باز همین رو میگین؟ آقا بابا چی میگه؟ دو مصاحبه با چهار تا آدم غربتی کردی، فکر میکنی کی تو آخه؟ خیلی خوشتیپی، جلو دوربین هم نشستی. آقای شب، یه بحثی که وجود داره این هستش که اونها دنبال این هستن که ما انعطاف داشته باشیم تو مذاکرات. از طرف دیگه جمهوری اسلامی ایران هم همین خواسته رو از پنج به علاوه یک داره. جناب عالی، به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه چقدر امیدوار هستید که در مذاکرات آینده ژنو طرفهای غربی انعطاف بیشتر نشون بدن؟ حالا هیچ امیدی ندارم اونها انعطاف نشون بدن. چرا؟ بدنهاشون آماده نیست. خشکه. در صورتی که بدنهای بچهای ما تو تیم مذاکره خیلی منعطف‌تر بود. همین آقا محمود از بچگی با خودم کلاس ژیمناستیک میومد، البته مثل من وارد نیست، چون ما تو کلاس ازش به عنوان خرک استفاده میکردیم. اصلا من خودم نها کن، بیا نها کن، این فقط یه چشمه از اقیانوس حرکات انعطافی من، نها کن، بعد میگم ما انعطاف نداریم، نها کن، ببینی، بارو. بسیار خب، ما آقای قشقاوی بخش داریم به نام گزارشگر جوان، آقای محبی همکارمون زحمتش رو میکشن، یه سه سال خدمت شما مطرح کنم، پاسخهای کوتاه هم میخوان، کپسوله. آقای محبی سلام، آقای ندی، سلام، شبتون بخیر. خیلی متشکرم. آقای ندی اگه اجازه بدید من هم سلامی عرض کنم خدمت مهمان برنامه و بخش گزارشگر جوان رو آغاز بکنم. بله بفهم. آقای قشقاوی سلام، شبتون بخیر و خوش آمدید به برنامه نگاه یک. سلام عمو، چطوری محبی؟ فکت خوب شد؟ همین بود دیگه، نه زده بودم فکش رو در بود آقون کرده بودن لق شده بودم. امشب رو با یک سخنگو میخواییم بخش گزارشگر جوان رو با پاسخهای کوتاه شما آغاز کنیم، موافق هستید که؟ آره موافقم. آیه قشقاوی به عنوان سخنگو شما هم طرفدار کمگوی و گزیده گوی چون دور هستین؟ نه خیر، من طرفدار پرگوی و همیشه گوی شرشر هستم. سوئد، سفیر، سفارت، مجلس و اسم خودتون حسن، اینها از علاقه مندیتون به حرف سین هستش یا دلایل دیگه هم داره؟ دلایل دیگه هم داره، ولی به قول شاعر سیخ سرخ سیدری سر بر سر سیبم سرند
وزیر 100 ساله سوسی شد زد سیبیلم رو سوزان. خیلی ممنون آقای قشقاب، امیدواریم که موفق باشید. از اینکه در برنامه نگاه یکم اولین برنامه ای که انتخاب کرده شرکت کردید تشکر می‌کنم از شما. از شما بینندگان عزیز هم تشکر می‌کنیم که تا این لحظه با ما همراه بودید. شب بخیر، خدا نگهدار.